سلام میکنم به همه دوستای خوبم هم. امیدوارم حالتون خوب باشه که امروز میخوایم شروع کنیم با همدیگه یک مبحث خیلی جذاب و حتی کاربردی در زندگی روزمرهمون رو به نام سقوط آزاد یک یا دو ویدیو فکر میکنم دو ویدیو این مبحث بیشتر طول نکشه چون ما همه چیز رو در مورد سقوط آزاد عملا میدونیم و من میخوام فقط یکی از کاربردهای چیزهایی که تا حالا یاد گرفتیم رو عملا بهتون یاد بدم سقوط آزاد به حرکتی گفته میشه که شما یک جسم رو در فضای در حقیقت در میدان گرانشی زمین پس فرض کنید این زمین باشه یا از زمین پرت کنید بالا و برگرده پایین در یک بود یعنی فقط در راستای عمودی یا اینکه از یک ارتفاعی بالای زمین مثلا این ارتفاع پرتش بکنید به سمت پایین یا اصلا رهاش بکنید به سمت پایین و کلا به این حرکت که جسم آزادانه در فضای میدان گرانشی زمین حرکت میکنه میگیم سقوط آزاد و ما در محاسباتمون از همه نیروهای هوا و غیره صرف نظر میکنیم و فرض میکنیم که جسم در میدان گرانشی زمین که دارای شتاب جی رو به پایین هست بنابراین اگر محورتون رو بگیرید به سمت بالا این جی حتما منفی خواهد بود داره حرکت میکنه پس این میشه سقوط آزادی یعنی یک جسم رو شما در یک ارتفاع قرار بدید یک آزمایشی که من میخوام همین الان اصلا برید خودتون انجام بدید اینه که اگر شما مثلا یک سیب رو پس این یک سیب حتی سیب دیگه فکر کنم هر رنگی داره جز زرد حالا بعضی سیب هم زردن دیگه سبز و قرمز و زرد یک سیب رو و مثلا در کنارش یک خودکار رو. مثلا این کاریه که الان میتونید انجام بدید یا مثلا یک پرتغال رو همه اینها رو میتونید از یک ارتفاعی بالای زمین مثلا از دستتون پرتش کنید پایین در این صورت همه اینها در یک زمان یکسان میرسن به زمین خب یعنی جرم و شکل و هیچ کدوم از اینها هیچ اثری روی اینکه جسم چقدر طول میکشه که برسه به اینجا ندارند و این یکی از اولین پدیده هایی بود که آدم رو علاقمند کرد به تحلیل سقوط آزاد یعنی چی میشه که اینها همه با هم و در یک زمان میرسن به زمین اما برای ما که ویدئوهای قبل رو سپری کردیم دیگه این خیلی راحته چرا؟ چون شما میدونید که در یک حرکت با شتاب ثابت x t برابر هست با یک دوم آ تی به توان دو به علاوه و صفر t به علاوه x صفر و همچنین v در زمان t برابر هست با a t یعنی شتاب زب در زمان به علاوه بی صفر. یعنی شما این دو معادله رو از جلسات قبل یادتون هست و سقوط آزاد هیچ چیزی بیشتر نیست از یک حرکت با شتاب ثابت که شتاب ثابتش هست منفی g و بنابراین من میتونم بگم که معادلات سقوط آزاد پس معادلات سقوط آزاد به این شکله که x تی که البته کتاب درسی این رو با وای تی نشون داده من هم ترجیح میدم با وای تی نشون بدم چون سقوط آزاد در راستای محور وای هاست وای تی یا ایگرگ تی مساوی میشه با منفی یک دوم ج تی به توان دو به علاوه و صفر تی یعنی با چه سرعتی شما اون جسم رو پرتاب کنید به پایین یا بالا که اگر رهاش کنید این و صفر صفر خواهد بود به علاوه وای صفر یعنی من دوباره اومدم بنویسم x صفر بعد کردمش y صفر به علاوه y صفر و سرعت این ذره جسم من که داره حرکت سقوط آزاد روش انجام میشه برابر میشه با جت منفی جت به علاوه سرعت اولیش پس اینها میشن معادلات سقوط آزاد من که من با اینها میتونم حرکت یک ذره رو توصیف بکنم الان میریم با هم ساده ترین نوع حرکت که رها کردن یک جسم هست رو تحلیل میکنیم و من برای این کار میخوام یک جدول بکشم بهتون نمیگم چرا تا کنجکاو بشید بعد این جدول رو با هم پرش میکنیم من میخوام یک همچین جدولی بکشم که این مثلا اینقدر ستون داشته باشه مثلا اینو اینم میکشم و بعد بیام اینجا بنویسم این زمان هست یعنی این تی مساوی با یک این تی مساوی با دو این هم تی مساوی با سه و این من اسمشو میذارم مثلا مسافت تی شده و اینو میذارم مسافت تی شده در ثانیه در ثانیه خاص یعنی مثلا اینجا مسافت طی شده در این ثانیه خاص و این هم سرعت در آن ثانیه خب حالا میخوایم جدول رو با هم پر کنیم بهتون میگم یعنی چی یک جسمی رو من از یک ارتفاعی از زمین فرض میکنیم فعلا خیلی زیاد رها میکنم خب یعنی سرعت اولیش صفره هیچ سرعتی بهش نمیدم فقط رهاش میکنم بنابراین معادله حرکت این جسم مرابر خواهد بود در معادله رابطه بین شتاب و مکان این جس برابر خواهد بود منفی 5 چون من ژ رو فرض میکنم هست 10 میشه منفی 5 تی به توان 2 و علاوه وای و بنابراین میزان جابجاییش از نقطه اولیه که قرار داشته در اون میشه منفی 5 تی به توان 2 و به همین ترتیب سرعتش در هر لحظه میشه منفی 10 تی چون و صفر برابر با صفر هست وقتی که ما جسم رو رها میکنیم خب وقتی که جسم رو رها میکنم در ثانیه صفر جسم هیچ مسافتی رو طی نکرده و سرعتش هم صفر هست در ثانیه یکم جسم منفی پنج زب در یک به توان دو رو طی کرده پس مسافت طی شده پنج یعنی پنج تا اومده پایین پس بذارید من اینجا روی شکل مشخص بکنم جسم اومده مثلا اینجا در ثانیه یکم پنج متر اومده پایین و سرعتش در اینجا چقدر هست؟ سرعتش هست منفی 10 ضرب در تی یعنی منفی 10 متر بر ثانیه هم سرعتش هست پس سرعتش هست منفی 10 متر بر ثانیه چرا منفیه؟ چون سرعتش به سمت پایینه و من جهت قراردادی رو همیشه میگیرم به سمت بالا خب مسافت طی شده در این ثانیه خاص چقدر؟ همون 5 متر دیگه چون از ثانیه 0 تا ثانیه 1 5 متر طی کرده خب بریم سراغ ثانیه دو که اون جذاب تره در ثانیه دوم میزان جابجایی جسم برابر هست با منفی پنج زب در دو به توان دو که میشه منفی پنج زب در چهار که میشه این چی بود اومد اینجا ببخشید منفی پنج زب در چهار میشه 20. بنابراین در ثانیه دوم مسافت طی شده 20 متر تا آخر ثانیه دوم و مسافت طی شده در ثانیه دوم یعنی بین ثانیه یک تا ثانیه دو 15 متره چرا چون 5 متر از این 20 متر رو قبلا رفته بوده خب بنابراین من اگر روی شکل مشخص بکنم ارتفاع جسم در ثانیه دوم میشه 20 متر و مسافت طی شده در ثانیه دوم میشه 15 متر خب به همین ترتیب در ثانیه سوم مسافت طی شده توسط جسم هست منفی 5 ضرب در 3 به توان 2 یعنی منفی 5 9 تا 45 یعنی 45 متر اومده پایین جسم من بنابراین ارتفاعش اومده مثلا یک همچین جایی در ثانیه سوم و چقدر طی کرده بین ثانیه 2 تا 3 از 20 متری اومده به 45 متری یعنی 25 متر در ثانیه 2 تا 3 طی کرده پس مسافت طی شده در ثانیه 2 تا 3 میشه 25 متر اوه من سرعت رو اینجا حساب نکردم سرعت در آخر ثانیه دوم چقدر منفی 10 دو تا 20 یعنی منفی 20 متر بر ثانیه به همین ترتیب سرعت در آخر ثانیه سوم هست منفی 10 تا یعنی منفی 30 متر بر ثانیه بنابراین سرعت من در دا هر ثانیه 10 متر بر ثانیه اضافه میشه و من در هر ثانیه 10 متر بیشتر از ثانیه قبل مسافت طی میکنم و خب مسافت کلم بنابراین به شکل خطی زیاد نمیشه دیگه چون من در هر ثانیه دارم مسافت بیشتری رو طی میکنم خب حالا برای اینکه ببینیم این حرفهایی که من زدم اصلا درست هست یا نه من میخوام یک شکل یک آزمایش رو براتون بیارم پس این شکل این آزمایشی است که من میخوام راجبش با همدیگه صحبت بکنیم ببینید این, این شکل از یکی از آزمایش های دانشگاه MIT از یوتیوب هست که من آوردم و این آقا این جسم رو رها میکنه از این ارتفاع این بالا و یک دوربین عکاسی در فاصله های مساوی از این جسم عکس میگیره فاصله های زمانی مساوی خب یعنی این توپی که الان شما میبینید در این ارتفاع هست و رسیده به اینجا این یک زمان تی تی شده و دقیقا همون زمان تی تی شده که برسه به این نقطه دوم بعد برسه به این نقطه همینطور خب و همون جوری که دارید توی این شکل میبینید همین اتفاقی که ما اینجا پیش بینی کردیم رخ داده یعنی من پیش بینی کردم تو ثانیه اول اگه جسمم مثلا 5 متر بره در ثانیه دوم 15 متر بره یعنی بیشتر تی کنه و همونجوری که توی این شکل داریم میبینیم الان این جسم ارسانی اول از این نقطه اومده به این نقطه در واحد زمانی اول این لزوما یک ثانیه نیست ولی یک واحد زمانی ثابته و بعد در واحد زمانی دوم از دوم از این نقطه اومده این نقطه همینجوری داره در واحد های زمانی یکسان مسافت های بیشتری رو طی میکنه در سقوط آزاد خودش و علتش هم دقیقا همین چیزی هست که ما اینجا با همدیگه تحلیل کردیم چون جسم حرکت شتابدار داره سرعتش داره دائم بیشتر و بیشتر میشه و بنابراین در ثانیه جلوتر هر چقدر زمان پیش میره مسافت بیشتری رو داره در هر ثانیه طی میکنه من در ویدیو بعد با همین یعنی یه مقدار دیگه راجع به سقوط آزاد صحبت میکنم تا بعد بریم یکی دو تا مثال هم راجع به سقوط آزاد با هم دیگه حل بکنیم فعلا خدافظ